سلام وقت شما بخیر خیر به خبر دست تمدن خوش آمدید وزارت خارجه امریکا اعلام کرد این کشور و چندین نهاد همکار در بخش کمک های برنامه کمک رسانیشان را به علت مداخلات مقام های کابل به حالت تعلیق در این وزارت تاکید کرده یالات متحده و سازمان های کمک رسانی همکار آن در جلوگیری از دخالت مقامات کابل در عملیات و پروژه های امداد رسانی در افغانستان جدی احتمال سوء استفاده از کمک بشری به افغانستان در حال مطرح می شود که پیش از این سیگار گفته بود امریکا با علت عدم حضور در افغانستان نظارت دقیق بر توضیح کمکهایش ندارد. نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده که 98 تن ادویه و لوازم طبی به افغانستان کمک کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که این مقدار ادویه و لوازم طبی از طریق پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان منتقل شده است. این اتحادیه گفته این کمک ها نشانگر این است که اتحادیه اروپا همچنان در کنار مردم افغانستان استاده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرده در اثر جاری شدن سیلاب در جریان سه روز گذشته به این سو در نه ولایت کشور 13 تن جان باختند سخنگوی این وزارت گفته در این مدت همچنین 8 تن دیگر بر اثر جاری شدن سیلاب زخمی شدند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته علاوه بر تلفات جانی 56 خانه به گونه کامل از بین رفته 54 خانه به گونه قسمی تخریب شده و حاصلات 3000 هزار جریب زمین زراعتی نیست در اثر سیلاب از بین رفته است. پروازهای مستقیم تجاری میان کابل و شهر ارومچی چین پس از دو سال توقف از سر گرفته شد سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مراسم از سرگیری پروازها گفت این اقدام به طور مستقیم روی روابط تجاری میان دو کشور تأثیر گذار خواهد بود از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری از کشور چین خواسته که در بخش پروسس معدنیات افغانستان سرمایه گذاری کنند آصف علی خان دورانی دیپلمات کارکشته پاکستانی به عنوان نماینده جدید پاکستان در امور افغانستان تعیین شد. شماری از فعالان سیاسی میگویند آقای دورانی یک افغانستان شناس قدر است و می تواند در بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد نقش اساسی بازی کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت ما گفت جا به جای ها یک امر عادی است و آصف دورانی نیست یک مأمور پایین رتبه است. به دنبال نارامه ها در پاکستان در یک حمله فجاری در منطقه وزیرستان شمالی چهار تن به شمال سه نیروی نظامی کشته شدند مقام های امنیتی پاکستان گفتند که این رویداد دیروز در یک است بازرسی در منطقه وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخار رخ داده است گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است این دومین حمله این گروه در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان طی دو روز گذشته است در کنار وقوع انفجارها در پاکستان اخیرا ارتش این کشور با هراسافکنان در شمال بلوچستان نیز درگیر شدند که در نتیجه آن هفت نظامی پاکستانی و شش هراسافکن کشته شدند ترکیه روند اخراج پناهجویان سوریه را آغاز کرده است رجب طیب اردوغان در سخنان در یک کارزار انتخاباتی اعلام کرد که ترکیه در نظر دارد طی ماهای آینده 500 هزار پناهجوی سوری را اخراج و به کشور خودشان بازگرداند رئیس جمهور ترکیه همچنین به اسکان مجدد پناهجویان سوری در شمال سوریه اشاره کرد و گفت برنامه اسکان مجدد این پناهجویان با همکاری بعضی کشورها انجام خواهد شد این در حالی است که کمال قلیچدار اوغلو رقیب اصلی اردوغان در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری از حضور پناهجویان سوری و افغان در این کشور به شدت انتقاد کرده و وعده اخراج آنان را داده است. برنده های عزیز این خبر ده بود که تقدیم حضور شما کردید. بقیه روز بخیر.